آیسان خانم، تو حالا بعد چی نگفته بودم؟ تو زمانی که از این تتل پلش اومدی چی از نردبون گرفتی که بری بالا، از من چی پشت کشیدیم بهش چی واقعیت رو گفتیم؟ پلش از اون آدمی که اومده به دخترای مردم توهین کرده، به اونی که به کل شهدای ایران، به اون جوانای عزیز، به اون خانواده عزیزی که در راه آزادی شهید شدن توهین کرده، 600 هزار دلار بی ارزش 3 تا کنسرت گوشه پول مردمو گرفته، کنسرت نذاش پول مردمو خورده، رفته با اون ساشای خدنگ و نمیدونم پویان عبدالکدتی و نمیدونم آمیزش ساخته و نمیدونم دوکی موکی اینا برداشته با اونا فیشینگ کرده، این همه جرم کرده، میگیری میری بالا؟ آیسان خانم کلا دل مثلث میمونه، قیافت شبیه چاق لاغر بود، لاغره آره، غیرقی برویم پروانه کس کنیم، آره کلا مثلثی لاغر، قیافت شبیه آقای حویج میمونه تو سرزمین آجیلی، آقای پستچی بود آقای حویج، کلا مثلثی، زیاد حرف نزن، فیک مجازی، آره. بریم سراغ درگیری شدید با حمید صفت که ماجرا از این قرار که حمید صفت در مورد اعدام محمد قباتلو یه استوری گذاشت و نوشت که اونایی که بیرون از کشورن حداقل میومدن برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول یه تلاشی میکردن، با اونجا نشستن و توییت زدن چیزی درست نمیشه، و اما بعدش جیدال یه حمله تند به حمید صفت کرد و از اون طرف هم عماد قوی دل که یکی از رپرایی که چند سال پیش معروف شده بود حالا به حمید صفت حمله کرد و نوشته تو یکی خفه برو نوحتو بخون، سلطان حاشیه، یه روز چمرانی، یه روز قاتل، یه روز گنگستر، یه روز قاچاقچی، یه روز به ظاهر سمت مردم، یه روز دستمال زن، یه روز دوتا کلمه حفظ میکنی مکزیکی حرف میزنی، یه روز میگی الله اکبر الله اکبر، در واقع باید بگم تو یکی زر نزن، امثال تو بچه های محبوب همین سیستم هستید، همینقدر دروغگو، همینقدر بیوجود، همینقدر پشت نقاب های مختلف، همینقدر دنبال شهرت به هر قیمتی، اینقدر هم به رپرهای اونور آب حرف مفت نزن پلش، این سیستم نصف ما ایرانی ها رو آواره کرده، هیچ کس دلش نمیخواد وطنشو بذاره بره، برو پول بده دوتا فیت بدن باهات شاید آدم ثابت کنن. بله حالا احتمالش هست که حمید صفت تیم خودشو برای زدن عماد قوی دل بفرسته، چون چند وقت پیش هم همین حرکت رو برای یکی از یوتیوبرها زده بود و آدرس طرف رو پیدا کرده بودن. از اون طرف هم حمید فرخ نژاد اومده عکس سجاد غریبی رو گذاشته و اینجوری جمهوری اسلامی رو مسخره کرده که بعدش سجاد غریبی به حمید فرخ نژاد حمله کرد و نوشته خدا رو شاکرم که با زور بازوی خودم بدون حمایت از هیچ جایی و هیچ شخصی کار میکنم و جز خدا به هیچ کس متکی نیستم، هرچند که وارد حاشیه نمیشم اما جواب توی سلبریتی نما رو میدم، از نظر من شما هنرمند نیستی، فقط یه دلغکی، شما باید مدیون جمهوری اسلامی ایران باشی، چون به واسطه حمایت از دولت جیبتو پر کردی، رفتی آمریکا پرچم عوض کردی، دستبوس گانه شدی، اگه حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود شما گوشه کنار سینما آدامز فروشی میکردی، فعلا شما با میلیاردها پول از این کشور رفتی و رنگ عوض کردی و من در این کشور خودم هستم و جانم فدای خاکم ایران. بله و اما ویدیوی جنجالی هم منتشر شده که در این مورد صحبت میکنن که چرا عادل فردوسی پور از تلویزیون حذف شده. فردوسی پور اشتباهش بود که این برنامه رو سیاسی کرد، یه جایی بذارم از دایره انصاف میداد بیرون، یه فهرست داره و اینا رو هم انبار رو هم انباشته میشه. خب چرا گذاشتید انباشته بشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چون گوش خوب خیلی نمیداد دیگه، به حال نمیداد، به حال دلیل گوش نداد دیگه. در دوره آقای زرقامی چند بار آقای زرقامی خیز دارشن که برنامه نباید تعطیل بشه، حتی به ما گفتن آقا امشب یه فیلم سینما شما آماده کنید، امشب ما نهاد نداریم، دو مرتبه دو ساعت مونده به برنامه یا سه ساعت مونده گفتن نه همون نباید پخش کنید، دلیل خاصی هم می آورد آقای زرقامی به اینکه نداشته باشه، اصلا بیارن ایشون تو چارچوب دیگه. در دوره آقای علی عسکری هم همین کلکلا و این بحث ها ادامه داشت، کلا سازمان از عملگرشون راضی نبود تا خورد به دوره آقای فروغی دیگه، بین ایشون آقای فروغی این اختلافات و دعوا بالا گرفت که منجر میشد که آقای فروغی برنامه تعطیل کنه. تصمیم رأسا تصمیم خودش بود یا نه؟ نه تصمیم سازمان، میگم این سابقه چندی ساله داشت که این برنامه قرار بود تعطیل بشه، ولی اگه من بودم به هر حال شاید یه جوری با آقای فردوسی پور کنار میمدم، آقا اگه میخوای کار کنی باید مثل آدم بشینی این کارو نکنی، تایم زمان برنامه اینه، این آیتم اینه، اون اگه قبول میشه ادامه میدادیم، قبول نمیگه ادامه نمیدادیم. موسی ملکی مادرک تو کسن خودت اون دوروبریات مادر جده 6-7 نفر خار کسه خواهی تک به تک که ندارید بی ناموسا، اون سری هم کس کردی هانی پستو گرفت اوورده تو با خار کسه جلو دوربین، جلو دوربین خار کسه زبونتو کرده بودی چونه چیزی، کسی که بیاد بگه من نگفتم یعنی گاه خوردم کس کسه مادر جده. بعد اون فامیل کی تو مشتبه جانی خار کسه شیپیشو خار
اومد توی بیسیم فک و تنها با تمام فک و فامیلاتون یکی یه چیزی بهتون زد مادر جرب تو زندان هم صورتشون رو زد خواست کیری در مادر جنه کفتار اومدی تو بیزهرا با اسلحه و چیزی و میزی خار قایم شدی یارو بیاد به پیچه بره تو ماشینش تک به تک یکی اتیر با پاش زده تو پاش وقتی که خورده زمین با چیزی زد آخه مادر جنه بچه 5 ساله هم برو فوتفا بگه مفری مگه هانی نه کسی دیگه پرچم یارو رو میارید بالا وقتی که چند نفری میریزید سر یارو پرچم طرف رو میارید بالا ببین شرق و غرب تهران که خوبای خودش رو داره خب سمت شابدلازیم هم که خوبای خودش رو داره خب منطقه 15 و 14 اینا به شما نمیرسه کسش انقدر بغیر از هانی ما خوب داره که بازم به شما نمیرسه ما در جای شیپیش پول یه ساندویچ ندارید کس تو نیه پات خواست از این فیک هاست ما در قبعه این ایرانی هاست کسکش ما در فکری تموم شد بی ناموز ببین یکی یکیتون رو عروتون رد میشین ما در جنب ما در قبعه کفتار خواست تا بوده این بوده تا بوده این بوده فقط ما در دلداتی این شما اینجوری دعوا میکنن داداش مشکل دارم بیا یه جمع دیگر رو ببینیم نه که خار پسر امو و پسر خاله یه ما شیپیش داداتی کچه بو پشکل بده مادر نین کفتر یه جا قایم شید بعد یارو رو اول با تیر ابوش بزنید بخوره زنید بعد مثلا شیش نفری بده کچکش بچه دو ماه هم فوتفای شما رو نمیده بی ناموسا کی ناموسه آیون مسئولین آقای رضایی آقای بابایی تبلیغ باید توی رسانه‌ای پخش بشه که خود آدم‌ها زیاد می‌بیننش همه از مرز بازرگان تا قشم از خراسان تا خوزستان خود آدم‌ها چرا یه رسانه‌ای می‌بینن؟ چون می‌خوان آدم‌هایی که دوستشون دارن ببینن خیلی از آدم‌هایی که دوستشون دارن الان نیستن تو رسانه اونا باید باشن که به واسطه اونا تبلیغات ببینن ما اگر جای این جمعی که الان اینجا نشستن بودم قبل از هر طراحی برای هر تبلیغی تمام او آدمای با مهربان با احترام با محبت و با اصرار برمیگردوند. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.